درود میفرستم خدمتتون، حضورتون عرض ادب میکنم، هموطنان عزیز و ارجمند و ناظرینم. 35 سال از حکومت اسلامی میگذرد. ما مطلع هستیم که بسیاری از اسناد محرمانه دولت‌های بزرگ بعد از 30 سال از رده محرمانه خارج می‌شود، یعنی عموم به آن دسترسی دارند. تا این لحظه که خدمتتون صحبت می‌کنم، یک بخش از ماجرای انقلاب اسلامی را ما می‌دانیم و یک بخش همچنان پنهان است، نمیتوان با قاطعیت در موردش نوشت و یا اظهار نظر کرد. آن بخشی که عیان شد این است که آقای کارتر مبالغ هنگفتی برای آقای خمینی پول فرستاد. البته بعد از اون که آقای خمینی نامه نوشت و گفت کمونیسم را در ایران ریشه‌کن میکنیم و نفت را به ارزانترین قیمت در اختیار شما قرار میدهیم، بعد از آن بود که آقای کارتر مبلغ هنگفتی برای آقای خمینی فرستاد، غیر از پولهایی که قذافی در اختیار او گذاشته بود و غیر از پولهایی که بازاریان ایران چمدان چمدان به پاریس منتقل میکردند. این بخش روشن است. این را هم میدانیم که در زمان گروگانگیری نمایندگان آقای ریگان بودند که با تهران مذاکره کردند، گفتگوهای محرمانه انجام دادند و گروگان‌ها 444 روز در اختیار حکومت اسلامی باقی ماندند تا تکلیف مبارزات انتخاباتی آقای ریگان و آقای کارتر مشخص شد و کارتر همون گونه که پیش بینی می‌شد باخت به دلیل آنچه که در ایران روی داد و آقای ریگان روی کار آمد و بسیاری از ایرانی ها جشن گرفتند، نامه های تبریک فرستادند برای آقای ریگان و تصور میکردند که در همان دور اول ریاست جمهوری آقای ریگان کار حکومت اسلامی به پایان میرسد، در حالی که دیدیم نه فقط به پایان نرسید بلکه ماجراهای معروف به ایران کنترا روابطی هم پشت پرده برقرار شد. کدام بخش پنهان مانده است؟ آن بخشی پنهان مانده است که به واقع نمیدانیم هنوز حکومت اسلامی دست نشانده آمریکاست و یا روسیه آرام و به تدریج حکومت اسلامی را از چنگ و نفوذ آمریکا به در آورد. یک مطلب را تقریبا می توانیم مسجل کنیم و آن هم این است که دولت فخیمه بریتانیا مانند همون سالیان دراز پیش که با روسیه همدست بود در ماجراهای ایران، تا جایی که نقشه میزان نفوذ طرفین را در شهرهای مختلف ایران روی کاغذ می آوردن و محوطه قدرت هر کدام را معین میکردن، اینک نیست پشت پرده ممکن است چنین ماجراهای ادامه داشته باشد. حالا چرا امروز به این فکر افتادم و به این صرافت که این مسائل را برای شما یادآوری کنم که قطعا بخشی از آن را میدانید؟ و آن هم این است که ماجرای اوکراین دارد بالا میگیرد. یک زخم تازه‌ای در جریان اوکراین پیدا شده است و آن هم در واقع بخش جنوب شرقی اوکراین است به نام کریمه که یک حکومت خودمختار دارد. اما اینهایی که تازه در اوکراین قدرت را به دست گرفتند از مدت‌ها قبل این زمزمه را آغاز می‌کردند که حکومت خودمختار در آنجا معنایی ندارد و بخش کریمه هم باید به اوکراین که مادر اصلی آن است نزدیک شود. روسیه به نیروهای خودش آماده باش داد امروز، یعنی آقای پوتین اعلام کرد که ارتش روسیه باید آماده باشد برای ظاهرا یک رزمایش نظامی در نزدیکی مرزهای اوکراین. آمریکا اخطار کرد به روسیه که فکر حمله نظامی را از سر بدر کند، چرا که نمیتوان ساکت نشست. در این ماجرا است که دوچه وله آلمان فاش می سازد و می گوید که حکومت اسلامی دارد برای یک حمله نامتقارن
آماده می شود، به این معنا که اگر درگیری بین آمریکا و روسیه به وجود آمد، حکومت اسلامی می تواند با کمک قایق‌های تندرویی که تعداد بسیاری در اختیار دارد به اهداف آمریکایی در خلیج فارس لطمه بزند. بلافاصله و متقابلا اعلام می شود که برای اولین بار یکی از کشتی‌هایی که در خلیج فارس مستقر شده است بیل اسلحه بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته و بسیار کارآمد و دقیق لیزری مجهز شده است و شرح می‌دهند که این اسلحه جدید لیزری در آن واحد می‌تواند چندین و چند قایق تندرو را و یا هر هدفی را که به کشتی‌های آمریکایی نزدیک می‌شود از میان بردارد، در واقع با یک اشعه لیزری آنها را پودر می‌کند و به هوا می‌فرستد. خب این مسائلی که در این زمان و در این هنگام در این شرایط حساس پیش می آید، آیا در داخل کشور ما کسی در اندیشه این مسائل هست یا حکومت اسلامی تبدیل شده است با حکومت شاه سلطان حسین؟ یعنی اینکه همه آخوندها مشغول چپاورند، شاه سلطان حسینش هم آقای خامنه ایست که در آنجا نشسته است و فکری ندارد جز اینکه این حرام است آن حلال است. با توجه به اینکه آقای خمینی هر آنگاه که حرفی زده است بلافاصله دستگاه‌های امنیتی برای اینکه نشان دهند به مردم ایران که پیش بینی حضرت امام جانشین امام زمان در روی زمین پیشبینی های درستی است و از منابع بالا منابع غیبی به ایشان الهام می شود، هر وقت ایشان حرفی زد دستگاه های حکومتی آن را انجام دادند. که آخرین نمونه‌ای که با شاهد و ناظر بودیم همون ماجرای آقای نمیدونم اسلامی است که جریان نویسندگان کشتن نویسندگان را پیش آمد و بلافاصله یک جمعی از نویسندگان را گرفتن که از آن میان یکی از نزدیکترین همکاران قدیمی من سیامک پوزند بود که مجبورش کردن که اعتراف کند که از جانب آمریکا و این طرف و اون طرف حقوق دریافت می داشته است، در حالی که سیامک پوزند برای زمان خودش یکی از به اصطلاح مدرن ترین و یا پیشرفته ترین روزنامه نگارانی بود که با زمان پیش می‌رفت. همان کسی بود که برای اولین بار سینمون کلوب را در ایران راه انداخت برای نشان دادن فیلم های ویژه. در هر حال مجبورش کردند و ناچار شد که اعتراف کند و از سرنوشت آن هم مطلع است، از سرنوشت او از بالای منزل خودش را پرتاب کرد و خودکشی کرد بعد از زندان، چون دیگر قادر نبود بعد از اون اعتراف خودش را ببخشاید. بنابراین سابقه داشته است. اینک آقای خامنه ای میگوید من مخالفتی با مذاکرات دولت روحانی نمی کنم، اما خوشبین نیستم، اما فکر نمی کنم که ما بتوانیم با آمریکایی ها کنار بیاییم. آمریکایی ها از مسائل اتمی شروع کردند، اینک آرام آرام مسائل موشکی را و به دنبال آن مسائل حقوق بشر را مطرح خواهند کرد. بدیهی است برای اینکه یکی از سازمان های اجتماعی در عرض کنم که آمریکا که 500 هزار عضو دارد دیروز یک نامه عذرخواهی خطاب به ملت ایران منتشر کرده است. این سازمان در واقع غیر سیاسی است، یعنی نه وابسته به جمهوری خواهان است نه وابسته به دموکرات ها، یک سازمانی است با 500 هزار عضو که از منافع مردم آمریکا در جریانات مختلف دفاع می کند. این سازمان رسما عذرخواهی کرد از مردم ایران بابت آنچه که در ایران بابت سیاست های آمریکا پیش آمده است. در کنار همه این مسائلی که خدمتتون عرض کردم پس می توان نتیجه گرفت که هنوز نتایج مذاکرات معلوم نیست، هنوز مشخص نیست که بین آمریکا و روسیه در مورد اوکراین در مورد سوریه چه پیش خواهد آمد و قضایا چگونه خاتمه خواهد یافت.
اما آنچه که مسلم است حکومت اسلامی نقشی در این میان دارد، نقشی که در سوریه بازی میکند، نقشی که در حمایت از حزب الله لبنان دارد و ماجراهای دیگری که منطقه را در بر گرفته است. امیدوار باشیم که ایران ما تنها خانه‌ای که در روی زمین داریم، در روی کره ارض، به سلامت از همه این بازی‌های، میخواستم کلمه‌ای را به کار ببرم، پشیمون شدم، بازی‌های زشت سیاسی به سلامت به آزادی برسد. آزادی که 100 سال است مردم ایران دنبال آن هستند و همیشه در آستانه رسیدن به آن اتفاقی روی می‌دهد. تشکر می‌کنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می‌سپارم. بدرود.